سلام و درود امیدوارم حال دلتون خوب باشه با بسته خبری این ساعت دقایقی رو همراهتون خواهیم بود دو خبر بسیار مهم از برجام داریم سوت پایان برجام نواخته شد از آغاز موج جدید براندازی در ایران با شعار بر علیه حاکمیت خبری داریم و در نهایت از ترور چند عضو سپاه در داخل خاک ایران هم خبری خواهیم گفت قبل از شروع مشروع اخبار این نکته رو یادآوری میکنم که لایک یا کامنت شما زیر این ویدیو به همرسانی و آگاهی رسانی این خبر به دیگر هموطنانمون کمک میکنه و با این کار شما ما رو یاری رسانی میکنید و البته سابسکرایب کانال رو هم فراموش نکنید با ما همراه باشید اختلاف نظر شدید تلاوی و واشنگتن درباره احیای برجام به توقف گفتگوها منجر شد. در حالی که گفتگوها در مذاکرات هسته‌ای وین در لحظات سرنوشت‌سازی به سر می‌بره، رسانه‌های اسرائیلی خبر دادند که مقامات آمریکایی در چند روز گذشته از گفتگو با همتایان اسرائیل خودداری کردند. به گزارش تایمز اسرائیل، کاخ سفید اخیراً درخواست اضطراری یا لاپید، نخست وزیر اسرائیل برای تماس تلفنی با جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا را رد کرده. بر اساس این گزارش یک مقام اسرائیلی به شبکه کان 13 گفته دفتر رئیس جمهوری آمریکا مدعی شده که هنگام درخواست چنین تماسی بایدن در تعطیلات بوده این منبع افسوده که این تماس در نهایت بین دو مقام ارشد آمریکایی و اسرائیلی انجام خواهد شد گزارش کانال 13 افسوده گنتز وزیر دفاع اسرائیل هم که قصد داره پنجشنبه به واشنگتن سفر کنه با همتای آمریکایی خودش دیدار نمیکنه بر اساس این گزارش آستین نیز ظاهرا شهر را ترک کرده گنتز روز گذشته اعلام کرده بود هدف اون از سفر به آمریکا ابلاغ موضع تلاویو به واشنگتن درباره توافق هسته ای با ایرانه اون در این سفر قرار با مایکل کورلا رئیس ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا موسوم به سنتکام و همچنین با جک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا دیدار کنه گفته میشه آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا هم از دیدار با ایلا هولاتا مشاور امنیت ملی اسرائیل خودداری کرده و وندی شرمن معاون خودش رو برای دیدار با اون فرستاده هولاتا روز چهارشنبه به واشنگتن رسید و گفتگوهایی درباره پرونده ایران با جک سالیوان همتای آمریکایی خودش انجام داد به گزارش رسانه های اسرائیلی مقامات این کشور تلاش می‌کنند در دقیقه 90 هم مانع امضای توافق نهایی بین ایران، آمریکا و کشورهای چهاره به علاوه یک بشن. نخست وزیر اسرائیل در همین زمینه روز گذشته به خبرنگاران گفت یک توافق بد روی میز قرار داره. این توافق به ایران سالانه 100 میلیارد دلار پول میده. به گفته او این پل برای حمایت از گروه های نیابتی ایران در منطقه مانند حماس حزب الله و جهاد اسلامی استفاده میشه تا صبح در خاورمیانه را تضعیف کنه و تروریسم رو در سراسر سر جهان منتشر کنه دریافت پاسخ واشنگتن ایران روز چهارشنبه اعلام کرد که پاسخ آمریکا به نظرات این کشور درباره پیشنویس اتحادیه اروپا برای دستیابی به توافق نهایی در مذاکرات هسته‌ای وین رو دریافت کرده مقامات آمریکایی در روزهای گذشته اعلام کردند تهران برخی از درخواستهای اصلی خودش در این مذاکرات رو کنار گذاشته امری منجر به افزایش احتمال دستیابی به توافق نهایی شده به گفته لاپید پیشرفت‌های اخیر مذاکرات وین با معیارهای خود بایدن برای جلوگیری از تبدیل ایران به کشور هسته‌ای همخوانی نداره خبرگزاری فرانسه هم به نقل از یک مقام ارشد اسرائیلی خبر داد پیشنویس ارائه شده توسط اتحادیه اروپا درباره نابودی سانترفیوژهای ایران بند سریحی ذکر نکرده به گفته این مقام اسرائیلی این امر به مقامات تهران اجازه میده تا هر زمانی که اراده کنند این سانترفیوژها را دوباره عملیاتی میکنند مخالفت با تمام شرطها خبرنگار پیش پیشتر گزارش داده بود واشنگتن با تمام شروط اضافی ایران که در اصلاحیه پیشنویس اتحادیه اروپا توسط تهران گنجانده شده بود مخالفت کرده بر اساس این گزارش آمریکا تاکید کرده که ایران نباید اورانیوم رو بیش از چهار درصد غنی سازی کنه و در همین راستا تمام محدودیت ها علیه بازرسان بین المللی می باید برداشته بشه تهدید به خروج از NPT حسین شریعت مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان و از چهره های نزدیک به علی خامنه ای رهبر این کشور در یادداشتی نوشته که اگه برجام با همون مفاد سال 2015 احیا بشه فاتحه ی برنامه هسته ایران خونده میشه اون در ادامه نوشته اگه آمریکا دوباره از برجام خارج بشه ایران میتونه از پیمان عدم اشاعه سلاحهای هسته ای موسوم به انپیتی خارج بشه او به عقب نشینی هیئت مذاکره کنندی ایران از شرط خود مبنی بر حذف سپاه پاسداران از فهرست گروه های تروریستی آمریکا هم واکنش نشان داد و گفت اگه سپاه در این فهرست باقی بمونه آمریکا حملات خودش به مواضع شبه نظامیان وابسته به سپاه پاسداران در سوریه رو توجیه میکنه شهریار حیدری به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران در اظهاراتی متفاوت با شریعت مداری اعلام کرد که تمام خطوط قرمز جمهوری اسلامی در این مذاکرات رعایت شده و این توافق 35 صفحه ای را انجام شده نامید اون در این زمینه گفت اگه اسرائیل تصمیم آمریکا رو تحت تاثیر قرار نده این توافق برای هر دو طرف برد برده در آخرین تحولات مربوط به مذاکرات وین تهران اعلام کرد که پاسخ واشنگتن به نظرات ایران درباره پیشنویس اتحادیه اروپا را دریافت کرده و به دقت در حال بررسی اونه. جزئیاتی از پاسخ آمریکا به جمهوری اسلامی یک منبع آمریکایی میگه روسیه برای دور زدن تحریم های نفتی خودش به احیای برجام امید بسته در همین حال حکومت ایران گفته پاسخ آمریکا به نظراتی که پیشتر به اروپا ارائه داده بود رو دریافت کرده والاستریت جورنال نوشته پاسخ آمریکا احتمالا منفیه. همزمان شبکه العربی اعلام کرد که آمریکا هیچ کدوم از خواسته های اضافی رژیم ایران برای احیای برجام رو نپذیرفته. بر پایه این گزارش آمریکا در پاسخی که به اتحادیه اروپا ارائه داده تاکید کرده که غنیسازی اورانیوم در ایران نباید از چهار درصد فراتر بره و همچنین خواستار لغو هر گونه محدودیت بر بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی در ایران شده به گزارش ایران اینترنشنال روزنامه وال استریت ژورنال پیشتر به نقل از منابع مطلع نوشته بود که احتمالا آمریکا خواستهای ایران را نپذیرفته و این امر میتونه منجر به یک سری از مذاکرات جدید یا مبادله پیشنهادهای دیگه‌ای بشه و مذاکرات هسته‌ای احیای برجام رو طولانی تر کنه خبرگزاری آسوشیتد پرس نوشت تحولات جدید که شامل افزایش اظهارات علنی مقامات تهران و واشنگتن میشه گویای اونه که طرفین به توافق نزدیک شدن اما علی رغم تحولات رو به پیشرفت موانع زیادی هم باقی مونده و اختلافات کلیدی همچنان میتونه مانع احیای توافق ای بشه حتی حامیان آمریکایی برجام هم برخلاف بهار سال گذشته که مذاکرات آغاز شد دیگر تصور یک توافق طولانی تر و محکم تر ندارند. این منبع افزود از سوی دیگر درخواست های ایران از ایالات متحده برای لغو تحریم‌های بیشتر از اونچه که دولت آمریکا راضی به انجام اونه یا میتونه قولش رو بده تلاش‌ها برای احیای برجام رو تضعیف کرده پایگاه خبری تحلیلی پلیتیکو روز چهارشنبه دوم شهری بر ما به نقل از دیپلمات های غربی گزارش داد که مسکو در صدد تا از تهران به عنوان واسطه ای برای دور زدن تحریم های بین المللی به ویژه در رابطه با فروش نفت خودش به بازارهای جهانی استفاده کنه. پس از دیدار ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با رهبر جمهوری اسلامی در رویه امسال مسکو هیئت های متشکل از مقام های تجاری و مالی و همچنین مدیران اجرای گازپروم و شرکت های دیگر را به تهران اعزام کرده بود تا زمینه های همکاری نزدیکتر بین دو کشور را فراهم کنه. دیپلماتها به رسانه آمریکایی پلیتیکو گفتند که ایرانی ها ظرف چندین روز با همتایان روس خود و همچنین مدیران اجرایی بخش خصوصی روسیه دیدار و گفتگو کردند. از دسامبر آینده صادرات نفت روسیه تقریبا با تحریم کامل از سوی کشورهای اتحادیه اروپا مواجه میشه. با وجود این چنانچه توافق هسته‌ای بین المللی با ایران منعقد و نهایی بشه روسیه فرصت خواهد یافت تا طبق برنامه کاملا زمان بندی شده طرح جایگزین خودش رو برای دور زدن تحریم های غرب به در رابطه با فروش نفت خام خودش که منبع اصلی درآمد ارزی کرملین هست عملی کنه به گفته رادیو فردا گزارش پلیتیکو میافزاید که بر اساس اون چه معامله پایا پایا سواپ نفتی خوانده میشه ایران قادر خواهد بود نفت خام روسیه را به سواحل شمالی خود در دریای خزر وارد کند و سپس به همان میزان مقادیری از نفت خام روسیه را با نفت کشای خود و از طریق آبهای خلیج فارس به سایر کشورها بفروشد شعار مردم همدان در هشتمین روز از قطعی آب تا آخوند کفن نشود این وطن وطن نشود آه! با گذشت هشت روز از بحران قطع آب شرب در همدان مردم این شهر چهارشنبه شب برای دومین شب به خیابان اومدن و ضمن سر دادن شعارهای علیه مقامهای رژیم به ادامه بحران آب اعتراض کردند پیش از این جمعی از مردم این شهر سهشنبه شب نیز به خیابان اومده و با سر دادن شعارهایی چون مرگ بر مسئول بیکفایت به بحران بیابی و وعده های محقق نشده ی مقامات دولتی اعتراض کردند. مردم همدان در دومین شب تجمع اعتراضات خود با تجمع در میدان آرامگاه ابن سینا و مقابل فرمانداری با سر دادن چون مسئول بی کفایت خجالت خجالت ایرانی میمیرد ذلت نمیپذیرد توپ تانک فش فش آخوند باید گم بشه و تا آخوند کفن نشود این وطن وطن نشود به بحران بی آبی و ادامی قطع آب شرب این شهر اعتراض کردند مردم همدان همچنین در دومین شب اعتراض به بیابی شعار استاندار استفا استفا هم شهری بس دیگه غیرتت رو نشون بده و نترسید نترسید ما همه با هم هستیم سر دادند شماری از معترضان با ظرفها و بطری های خالی آب در تجمع چهارشنبه شب حاضر شدند و نیروهای سرکوبگر انتظامی در نقاطی از این شهر ضمن برخورد با مردم معترض در صدد جلوگیری از افزایش جمعیت معترضان بودند. رسانه های ایران از کشته شدن دو عضو سپاه و بسیج در استان فارس خبر دادند. رسانه های ایران گزارش دادند دو نفر از نیروهای سپاه و بسیج روز اول شهریور در شیراز حین ماموریت دچار حادثه شده و کشته شدند اما علت و نحوه کشته شدن این دو نفر اعلام نشده. هویت این دو نفر محمد اسلامی 21 ساله و عضو سپاه و محمد سجادی زاده 17 ساله و عضو بسیج گزارش شده است. بسته خبری این ساعت به پایان رسید سپاس فراوان از شما یار گرانقدر که ما رو همراهی کردی و مثل همیشه در کنار ما بودی با آرزوی بهترین ها شما رو به ایزده یکتا میسپارم